هر چند وقت یه بار اسم یه فیلم ترسناک میفته سر زبونا که همه میگن ببین، با اینکه ژانر مورد علاقم ترسناک نیست، ولی وقتی یه فیلمی باشه که همه میگن ببین و باز دورش زیاده رو میبینم. این شما و این هم فیلم تاک تو می یا با من حرف بزن. سوالی که پیش میاد اینه که آیا این ترسناک ترین فیلم یه سال اخیره؟ با توجه به اینکه من راهبه دو رو دیدم و ارو جنگیر به زودی اکران میشن، الان نمیتونم بگم، ولی چند ماه دیگه میتونم به این سوال جواب بدم. ولی تا الان آره، این ترسناک ترین فیلمی که توی سال اخیر دیدم. من چند وقت پیش تریلر این فیلمو دیدم و فکر کنم هم انداختم اینستاگرام که شما هم ببینید. اما موضوعش خوشم اومد، جالب بود، گفتم بعدم میبینم. گذشت انقدر ندیدم که دیگه با فشار خانواده و دایرکت های شما و کامنت ها نشستم بالاخره دیدمش. داستان فیلم تاک تو می در مورد یه چند تا جوونه که بازی خاصی رو پیدا کردن و تو مهمونی ها دور همی هاشون بقیه رو تشویق میکنن که تو این بازی بهشون بپیوندن. یه دست عجیب و غریبه که وقتی باش دست میدی و بهش اجازه میدی که روح تو تسخیر کنه، تا 90 ثانیه خوب و مثل یه تریپ سایکادلیک و حال میده، ولی اگر 90 ثانیه رد شه روح تو تسخیر میکنه و کار تمومه. کارگردانای فیلم دنی و مایکل فیلیپو در واقع یوتیوبرن و این اولین فیلم بلندشونه، که واقعا تحسین برانگیزه که اولین فیلم بلندت انقدر بازخورد بگیره. تو یوتیوب قبلا فیلم کوتاه میساختن. یکی از دوست داشتنی ترین المانای فیلم برای من زمان کوتاهشه. فیلم 1.5 ساعته و تو این دوره‌ای که همه فیلم‌ها 2 ساعت و نیم الی 3 ساعت شدن، واقعا دوست داشتم یه داستان از شروع تا پایان تو 1.5 ساعت ببینم و خوبم باشه، و این فیلم اونو بهم داد. البته من واقعا اوکی ام که فیلم‌های تاریخی یا فیلم‌های نولان 3 ساعت حتی 4 ساعت هم باشن، ولی جدیدن همه فیلم‌ها 3-4 ساعت شدن، حتی فیلم‌های سوپر هیرویی. بازیگرای فیلم اکثرا تازه کارن، غیر میراندا اوتو که احتمالاً ارباب حلقه‌ها بشناسیدش، ولی کسی که چشمو گرفت زوئی تراکسه که در طول فیلم همش داشتم فکر می‌کردم که این زن یا مرد. بعد رفتم سرچ کردم که پیدا کنم جنسیتشو، تو سرچ هم سخت پیدا میکردم زن یا مرد، ولی بالاخره فهمیدم زن به دنیا اومده و تغییر جنسیت داده به مرد. در کل نقاط درخشان فیلمه، بازیشم خوشم اومد. بازیگرهای دیگه هم به طور سورپرایزینگلی قانع کننده بودن. بازیگر نقش رایلی بگیر تا سوفی وایل نقش اصلی. وقتی مقایسه میکنی با فیلم‌های ترسناک اوایل 2000 مثل هاوس آف وکس، کاملا پیشرفت رو میتونی ببینی. بعضی از این مرده ها رو یه جوری ساختن واقعا هیبت ترسناک و چندشاوری دارن. چون جلوه های ویژن به کار نبردن، واقعی تر و ترسناک ترش گرده تو ذهنت میمونه. یکی از موضوعات ترسناک همین آسیب رسوندن به خوده، که چه لحاظ اسپریچوالی معنوی چه لحاظ فیزیکی کانسپت ترسناکیه. اینکه دست کنی چش خودتو در بیاری یا وحشتناکترین چیزایی بود که دیده بودم. مدلی که کاراکتر را وارد دنیای ارواح میشن هم در نوع خودش جالبه. وقتی میگن آیله چوین، به اون روح اجازه میدن که روحشون رو تسخیر کنه. انگار یه دراگ خیلی خیلی قوی زدن و به یه خلسه‌ای وارد شدن، مثل اون مراسمات سکس و اکستاسی بود که تو فیلم داوینچی کدن بهش اشاره شد. در کل کنترل روح و بدنشون رو از دست میدن. این آدم ها با این قضیه کاملا مثل دراگ رفتار میکنن، هی دور همی و پارتی میگیرن و این کار رو انقدر تکرار میکنن که معتادش میشن، باز میخوان هی تکرارش کنن. سوال اینجاست که اگه شما بودید چی کار میکردید؟ اگه یه همچین چیزی بود که باش میتونستید با ارواح اتصال بگیرید، میشستید این کار ترای میکردید یا هم خونه دور میشدید؟ اولین باری که مدل کار کرده این دسته رو میبینی واقعا فریکیه، چون مردمه که چششون هم خیلی گنده میشه، یه حالت خدایی / فرشتگی / شیطانی بهشون میده که انگار
یه حالتی به صورتشون میگه انگار اون آدم همه چیو میدونه. البته این حالت بزرگ شدن مردومه که چشو از روی دراگای واقعی مثل کوکو ماشروم و سری دراگای دیگه برداشتن که همین افکتو دارن، حالا نه به این شور به این بزرگی، ولی به نوعی به معنای بالا رفتن آگاهی و اورننس میتونه باشه. مشکلاتم با فیلم و داستانش برمیگره به اینکه همه از کنار این ماورای طبیعی بودن کل این قضیه خیلی به آسانی عبور میکنن. مثلا تو پارتی ان طرف با ارواح ارتباط میگیره، صورتش فاکتاب میشه، همه چی خیلی ترسناکه، همه دارن چنان میخندن. یعنی من اگه خیلی هم مست باشم یا همچین چیزی رو ببینم یه دقیقه استوب میکنم و میترسم. یعنی یه ذره باید مغزتو خاموش کنی که چرا انقدر این کاراکتر رو در مورد این قضیه بیخیالن. یعنی لیول بیخیالیشون در حدیه که انگار فیلم داره توی سیاره دیگه اتفاق میفته که تو سیاره دیگه مسائل سوپرنچرال خیلی نرمال ترن، کره زمین نیست. ولی اینکه اینا نوجوونه و این دسته هم یه حالت افکت دراگی جومانجی معتاد کننده ای داره، یه اثر روحی روانی داره که این میخوای تستش کنی، باعث شده یه مقدار اوکی تر باشم با این موضوع. میخوام یه مقدار وارد بحث اسپویل بشم، اگه میخواید بپرید جایی که نمره میدم ویدیو رو سکشن بندی کردم این پایین، میتونید قسمت اسپویل رو رد کنید، فیلمو که دیدید برگردید این قسمتشو ببینید و برام نظرتون رو بذارید. کانسپت جالبیه این روحایی که میتونن برای 90 ثانیه بدن یه آدم زنده و جوون و سالم و اختیار بگیرن و هر جوری بخوان خودشونو بیان کنن. یکی اسه جنسیتی میگیره، یکی گریه میکنه، یکی میخواد آسیب بزنه، بعضیاشون حتی تلاش میکنن تو اون تایمی که دارن بخندن و تایم خوبی داشته باشن و خوشحال باشن. اما من متوجه شدم تمام روحایی که اونجا گیر کرده بودن آدمایی هن که خودکشی کرده بودن. هم مادر میا خودکشی کرده بود اونجا گیر کرده بود، هم خود میا هم آخرش به نوعی خودکشی کرد که رفت تو اون حالت لیمبو گیر کرد. حالا سوال اینه که آیا فقط آدمایی که خودکشی میکنن تو اون حالت گیر میکنن یا مرگ طبیعی هم میرن اونجا؟ به نظر فقط خودکشی ها بودن. از یه طرف هم زیاد مطمئن نیستیم که اون روحه که شبیه مادر میاه واقعا مادر میا بوده باشه، میتونه یه موجود دیگه، شیطان دیگه بوده باشه که خودشو شبیه مادر میا درست کرده. مثلا این ایده خودکشی کننده ها میرن تو اون لیمبوه زیاد مطمئن نیست. یه تصاویری از اتفاقی که برای روح رایلی داره میفته رو نشون میده که همه دارن شکنجهش میکنن. یه شاتی داره که اگه پاز بگیرید پیداش میکنید که یکی گرفته یه بچه نوزاد و مثل ساندویچ داره میخوره. اصلا متوجه نشدم اون شات برای چی اونجا بود. از اون ور متوجه شدیم رایلی روحه رو دفع کرده بود و آخر فیلم که یه شات ازشون نشون دادیم درست شده بود. و کل این ماجرای رایلی یک کم برای من اوکی نبود، چون این پسر خیلی ترسیده بود، در حدی این قضیه ترسیده بود که شب نمیتونست تنها بخوابه، تموم فرداش چند روز بعدش خودش خواست این کارو بکنه. برای همین میگم شاید تو فیلمای بعدی بفهمیم این دسته ای افکت جومانجی توری داره وسوست میکنه که باش دست بدی. در کل همه کاراکترها خاکستری بودن. یعنی میا هم رو دوست پسر بهترین دوستش کراش داشت، هم دست داداشه رو اینقدر اونجا نگه داشت که داداشه پاکتاب شد، هم با باباش مشکل داره. به نظر خیلی آدم بدیه. وقتی نگاه میکنی فیلم تونسته یه جوری نمایش بده که انگار میا هی میفته تو این موضوعات و واقعا آدم بدی نیست، این شرایطی هم که براش پیش میاد. اما من خواهرم وسط خطرناکترین شب پلی داداش جوانش رو ول کرد رفت که داداشه بعدش فاکتاب شد. یعنی خواهرم زیاد آدم مسئولیت پذیری نیست و آدم جالبی نیست در کل. با توجه به مدل پایان بندی فیلم احتمال خیلی زیاد فیلمو ادامه میدن و جواب خیلی از سوالایی که داشتیم و برای من پیش اومد به شخصه در طول فیلم که جوابش هم ندادن تو فیلمای آینده خواهیم گرفت. تاک تو می از فیلمایی بود که امسال عطر تازه‌ای داشت، بدون سرمایه‌گذاری زیادی رو جامپ اسکر و چیپ اسکر تونست بترسونتم. نمره من به فیلم تاک تو می 6/10. پیشنهاد میکنم اگه به ژانر ترسناک علاقه دارید حتما این فیلمو ببینید، چون یه فرقی با فیلمای دیگه مینستریم و پربودجه داره که فکر میکنم خوشتون میاد. اگه تماشای این ویدیو لذت برید ویدیو رو لایک کنید، اگه هنوز چنل سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید که نوتیفیکیشن ویدیوهای آینده رو بگیرید. تا بعد، فعلا.